درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. پیش از آغاز خبر لازم است به اطلاع شما عزیزان برسونم که متاسفانه با خبر شدیم که همکار ارجمندمان آقای حسین فرجی، روزنامه نگار و از چهره های شناخته شده تلویزیونی، بعد از مدت ها درگیری با بیماری سرطان روز گذشته در بیمارستان انسینوی لس آنجلس درگذشت. به کار تلویزیونی خود را در اواخر دهه 40 خورشیدی در کانال 3 تلویزیون با برنامه شانس ویدا قهرمانی آغاز کرد و در ادامه مدیر و سردبیر بخش خبر تلویزیون ملی ایران در واحد بندرعباس، مهاباد و تهران شد و در اسفند ماه سال 1352 به استخدام بخش فارسی رادیو آلمان درآمد. حسین فرجی بعدها به آمریکا مهاجرت کرد و با تلویزیون پارس بیش از 15 سال همکاری داشت. مدیریت تلویزیون پارس و همکاران در گذشته این روزنامه نگار وطن پرست و آزادی خواه و چهره شناخته شده تلویزیونی را به خانواده بی و جامعه ایرانی تسلیت می‌گوید. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به خلاصه خبرها جلب می کنم. به دنبال وعده خامنه ای برای تنبیه اسرائیل در خطبه های نماز عید فطر، اسرائیل هم حمله مستقیم به ایران را مطرح کرد. یک صراف لبنانی واسطه میان ایران و گروه افراطی حماس در بیروت کشته شد. سناتورهای آمریکایی از سیاست های بایدن در قبال ایران انتقاد کردند. جو بایدن روی کرده نتانیاهو در جنگ غزه را اشتباه دانست. استرالیا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی می کند. ارتش آمریکا یک موشک بالستیک ضد کشتی حوثی ها را بر فراز خلیج عدن منهدم کرد. مشروع خبرها امروز چهارشنبه 10 اپریل 2024 میلادی برابر است با 22 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. در روزی که علی خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر حمله منتسب به اسرائیل به مقر سپاه پاسداران در کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را اشتباه دانست و گفت که اسرائیل باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد، وزیر خارجه اسرائیل هم جمهوری اسلامی را به حمله مستقیم به خاک ایران تهدید کرد. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که اسرائیل یک خطای دیگری هم به خطاهای خود اضافه کرد و آن حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک آن کشور است و وقتی به کنسولگری ما حمله می کنند، یعنی به خاک ما حمله کردند. خامنه ای در ادامه گفت رژیم خبیث اشتباه کرد و باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. در واکنش به این اظهارات خامنه ای، اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، با انتشار پستی به فارسی و عبری در شبکه ایکس که خامنه ای را نیز در آن منشن کرده بود نوشت اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد. او پیش از این هم در اظهار نظری گفته بود که اسرائیل خواستار جنگ با ایران نیست، اما تهدید به پاسخ اسرائیل را نمی ترساند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرمان جدیدی به آمران به معروف که پیشتر آنها را آتش به اختیار توصیب کرده بود داد تا با هنجار شکنی دینی برخورد کنند. خامنه ای امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه در بخشی از خطبه های نماز عید فطر در مصلی تهران گفت که جمهوری اسلامی قصد ندارد کسی را به زور دیندار کند، اما مسئولان و دستگاه های مربوطه و احاد مردم باید با هنجار شکنی دینی برخورد کنند. روز گذشته 21 فروردین ماه دادستان کلی کشور هم تاکید کرده بود که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون بسیار خوبی است و باید به طور کامل اجرا شود. محمد کاظم موحدی آزاد حجاب را چالش اصلی کشور دانسته و گفته بود که توطئه کشف حجاب از همان دست دسیسه های دشمن است که سعی دارد حجاب را مانع پیشرفت و موفقیت بانوان قلمداد کند. بیش از 80 سازمان و نهاد ایرانی و بین المللی مدافع حقوق بشر
با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که ادامه همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود. آنها همچنین از آغاز یک کارزار بین‌المللی فراگیر در این باره خبر دادند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه آنها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به 3 سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر را 18 برابر افزایش بدهد. این متن می‌افزاید اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می رود که در ماه‌های آینده صدها تن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت که هدف از این اقدام مشترک حساس کردن بیشتر جامعه جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت است. نماز عید فطر در استان سیستان و بلوچستان در شرایط امنیتی برگزار شد. مولوی عبدالحمید در نماز عید فطر گفت اقتصاد و سیاست کشور دوچار بحران شده و بهترین راه برون رفت از آن تسلیم مسئولان به خواسته های به حق مردم است. گروه رسانه‌ای حالوش فعال در حوزه مسائل استان سیستان و بلوچستان گزارش داده که مردم زاهدان با حضور بسیار زیاد خود در مراسم نماز عید فطر که به امامت مولوی عبدالحمید در مصلی زاهدان برگزار شد شرکت کردند. منابع بلوچ از تشدید وضعیت امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان و حضور نیروهای نظامی و امنیتی خبر دادند. عبدالحمید در نماز عید فطر گفت که اقتصاد و سیاست کشور دچار بحران شده و وضعیت اقتصادی و کاهش ارزش پول آزاردهنده است. این روحانی برجسته سنی کشور در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که بهترین راه برون رفت از بحران در کشور این است که مسئولان تسلیم خواسته‌های به حق مردم شوند. یک منبع امنیتی لبنان اعلام کرد که مردی لبنانی که متهم به دست داشتن در انتقال پول از ایران به گروه افراطی حماس بود در نزدیکی بیروت کشته شد. این منبع امنیتی که به نام او اشاره نشده چهارشنبه 22 فروردین ماه به خبرگزاری فرانسه گفت که جسد این مرد به نام محمد سرور روز سه‌شنبه در ویلایی در بیت ماری شهری مشرف بیروت پیدا شد که دست کم 5 گلوله خورده بود و افزود که عاملان این قتل به پولی که در نزدیکی او بود دست نزدند. منبع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که این مرد برای مؤسسات مالی گروه شبه نظامی حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی کار می‌کرد و هدف تحریم‌های آمریکا بوده است. گابی پورتنوی رئیس ستاد سایبر اسرائیل روز سه‌شنبه هشدار داد که حملات سایبری ایران و گروه‌های وابسته به آن از جمله حزب الله علیه اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر تا کنون 3 برابر افزایش داشته است. گابی پورتنوی در 10th کنفرانس جهانی سایبر تک در تل آویو تصریح کرد که همزمان با حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حملات سایبری ایران و حزب الله لبنان در منطقه و فراتر از آن به طور شبانه روز علیه اسرائیل آغاز شد. رئیس ستاد سایبر اسرائیل افزود شدت حملات با همکاری گروه های ایرانی و حزب الله برای حمله به اسرائیل در هر بخش بیشتر از همیشه است. به تصریح کرد که شرکت های پوششی وزارت اطلاعات ایران در قلب تهران در این حملات نقش دارند. برنامه‌نگارمان در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگان جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا.
نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش‌های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می‌گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می‌کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه خبری المیادین وابسته به حزب الله لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی حضور اسرائیل در کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی را یک تهدید می داند و با آن مقابله خواهد کرد. تنگسیری گفت تهدید گاهی به صورت لسانی است و گاهی افعالی است. در کشور همسایه ما امارات من احساس میکنم که تهدید ما افعالی است. میدانیم آوردن صهیونیست ها در این نقطه برای کار اقتصادی نیست. الان در واقع کارهای امنیتی و نظامی میکنند که این یک تهدید است و نباید این اتفاق بیفتد. تنگسیری در ادامه سخنان خود گفت این رسم همسایگی و مسلمانی نیست که صهیونیست ها بیایند در این منطقه و در کشور همسایه ما قرار بگیرند. آیا نباید بدانیم آوردن صهیونیست ها در کشور همسایه تهدید است؟ آنان بدانند که اگر اتفاقی برای کشور ما بیفتد جایی که اینها آمدند باقی نخواهد ماند. سناتورهای آمریکایی در جلسه ای از سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند و گفتند آزاد کردن پول‌های مسدود شده حکومت ایران می‌تواند به شهروندان آمریکا آسیب بزند. جلسه استماع کمیته بانکداری سنای آمریکا روز سه‌شنبه با عنوان مقابله با تأمین مالی غیرقانونی، تروریسم و دور زدن تحریم‌ها برگزار شد. حاضران در این جلسه در مورد این موضوع بحث و تبادل نظر کردند که چگونه تصمیمات دولت بایدن از نظر مالی برای حکومت ایران سودآور بوده و چگونه میتوان مانع از این اتفاق شد. تیم اسکات سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی در این جلسه گفت هر دلاری که دولت ایالات متحده به ایران می‌دهد دلار دیگری است که علیه پسران و دختران ما استفاده می‌شود. به یفتود وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند از انتقال این پول‌ها که تقویت کننده رژیم ایران است جلوگیری کند، اما دولت بایدن با استفاده از برخی روش‌ها مانند معافیت‌های حوزه برق میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار داده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یونیویژن رویکردی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ غزه اتخاذ کرده را اشتباه شمرد و گفت که با آن موافق نیست. بایدن در مصاحبه خود تاکید کرد چیزی که من می‌خواهم این است که اسرائیلی‌ها به سادگی خواستار آتش بس شوند و اجازه دسترسی کامل به تمام مواد غذایی و دارویی را که طی 6-8 هفته آینده وارد کشور می‌شود بدهند.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حمله ارتش اسرائیل به کاروان کمک‌های بشردوستانه این اقدام نیروهای نظامی اسرائیل را افتضاح دانست. اشاره بایدن به 7 امدادگر آشپزخانه مرکزی جهانی است که در حمله پهپادهای جنگی ارتش اسرائیل به 3 خودروی این سازمان کشته شدند. به گفته بایدن کشته شدن این افراد در نوار غزه به دلیل انجام ندادن اقدامات کافی در محافظت از امدادگران بوده است. وزیر خارجه سالیا گفته است که این کشور به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی را بررسی خواهد کرد، زیرا جامعه بین‌المللی به دنبال راه حل دو کشور برای دو ملت جهت پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینیان است. پنی بانگ از روز شنبه در یک سخنرانی از اظهارات دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که گفته بود به رسمیت شناختن کشور فلسطین از جمله در سازمان ملل متحد راه حل دو کشور برای دو ملت را غیر قابل بازگشت می کند حمایت کرد. بانگ گفت که جامعه بین‌المللی درباره تشکیل کشور فلسطین به عنوان راهی برای حرکت به سوی راه حل دو کشور برای دو ملت بحث می کند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه در جلسه استماع سنای این کشور گفت که در صورت بروز قحطی گسترده و مرگبار در غزه احتمالاً خشونت‌ها افزایش خواهد یافت و جنگ نیز طولانی تر می شود. و اما این اتهام را که اسرائیل مسئول نسل کشی در نوار غزه است رد کرده است. 6 ماه بعد از تهاجم هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه، نوار غزه با خطر قحطی گسترده روبروست. نهادهای امدادی بشردوستانه میگویند که اسرائیل اجازه فرود کافی غذا، دارو و دیگر لوازم ضروری زندگی به نوار غزه را نمیدهد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اسرائیل را متهم کرده که از گرسنگی به عنوان سلاحی در جنگ علیه فلسطینی ها استفاده می کند. لوید آستن در پاسخ به این سوال سناتورهای آمریکایی که تبعات قحطی گسترده در غزه چه خواهد بود، گفت به خشونت ها دامن می زند و مطمئنن بر طولانی شدن جنگ تاثیر خواهد گذاشت. وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه سخنان خود به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت حتما لازم نیست که چنین اتفاقی بیفتد. ما همچنان باید نهایت تلاش خودمان را بکنیم و از اسرائیل بخواهیم که کمک های بشردوستانه فراهم کند. مقامات نیروی هوایی و دولت اوکراین خبر دادند که روسیه جنوب اوکراین را با 17 پهپاد تهاجمی و چندین موشک هدف قرار داد. این مقامات چهارشنبه گفتند که سامانه دفاع هوایی اوکراین 14 پهپاد و 2 موشک هدایت شونده را سرنگون کرده است، در حالی که فرماندهی جنوبی نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که 12 پهپاد بر فراز میکولایف و 2 پهپاد بر فراز اودسا سرنگون شدند. در نتیجه این حمله به زیرساخت‌های برق در میکولایف آسیب وارد شد که منجر به قطعی برق برای چندین ساعت در این شهر شد. ارتش اوکراین اعلام کرد که این حملات خسارات جانی بر جای نگذاشته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش ایالات متحده یک موشک بالستیک ضد کشتی شبه نظامیان حوثی‌های مورد حمایت ایران را بر فراز خلیج عدن منهدم کردند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حدود ساعت 3 بامداد به وقت صنعا نیروهای ناوشکن USS میسن و سنتکام با موفقیت یک موشک بالستیک ضد کشتی را که توسط تروریست های حوثی مورد حمایت ایران از یمن شلیک شده بود بر فراز خلیج عدن رهگیری و منهدم کردند. این گزارش می‌افزاید این موشک احتمالاً به سمت کشتی آمریکایی MV یورکتاون متعلق به ایالات متحده که تحت حفاظت دو ناوشکن آمریکایی حرکت می‌کرد شلیک شده بود. سنتکام اضافه کرده که این حمله هیچ آسیب جانی و خساراتی به همراه نداشت. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایدشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها رو دنبال میکنیم. چین روز چهارشنبه اعلام کرد که انتقاد یا فشار در مورد روابط خود با روسیه را نخواهد پذیرفت. این موضع‌گیری بعد از آن صورت گرفت که واشنگتن هشدار داد چنانچه مسکو در جنگ اوکراین پیشرفت کند، پکن را مسئول خواهد دانست. معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن بعد از تمدید پیمان همکاری پکن با مسکو در جریان سفر اخیر دیپلمات ارشد روسیه دست روی دست نخواهد گذاشت و اعلام نخواهد کرد که وضعیت قابل قبول است. ماونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پاسخ تاکید کرد که چین و روسیه حق دارند در همکاری‌های اقتصادی و تجاری عادی مشارکت کنند. او روز چهارشنبه افزود این نوع همکاری نباید هدف مداخله یا محدودیت قرار بگیرد و چین هم انتقاد یا فشار را نمی‌پذیرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از توقف نهضت ملی مسکن در پیشرفت 25% خبر داده و گفته است که به دلیل افزایش نرخ‌ها و نوسانات بازار ارز، قیمت ساخت مسکن دیگر قابل پیش‌بینی نیست. خبرگزاری ایلنا هم نوشته است که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ساخت بیش از 2,500,000 واحد مسکونی از پروژه نهضت ملی مسکن آغاز شده، اما بعد از گذشت 3 سال از عمر دولت اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. ایلنا نوشته است که گزارش‌ها حاکی از آن است که در این پروژه تنها 51,000 هکتار زمین تامین شده و هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته. محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تایید موضوع گفته که پیشرفت فیزیکی پروژه در حد 25% مانده است. به گفته کوچی، قیمت‌ها به شدت شناور هستند و انبوه سازان نمی‌توانند به یک قیمت ثابت و غیر قابل انعطاف برسند و قرارداد منعقد کنند. دبیر شورای ملی زعفران ایران در گفتگو با رسانه‌ها گزارشی از وضعیت وخیم بازار زعفران تولیدی کشور داده و گفته است که زعفران ایرانی هم به سرنوشت پسته و فرش ایرانی دچار شده است. فرشیده منوچهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا توضیح داده که کشورهای رقیب ایران در این حوزه زعفران ما را خریداری کرده و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند، یعنی مشابه همان اتفاقی که در مورد پسته و فرش ایران رخ داده است.
بینندگان عشبن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو می‌کنم.